بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ولا خول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والسلام علينا و على عباد الله الصالحين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير اعوانه و انصاره بحث ما در باره نهج بلاغه، کتاب جاودان مولا امیر المؤمنین سلام خدا بر او باد به اینجا رسید که ما این مطلب رو عرض کردیم که برخی از اشکالات بر نهج البلاغه و بر گوینده آن به اصطلاح وارد شده و یک ادعی هم به زعم خودشون نهج البلاغه رو ساخته سید رضی میدانند در این باره صحبت کردیم مطلب دیگری مطرح کردیم و آن اینکه خطبه ها نامه ها و حکمت های نچ و بلاغه اینا سند نداره و بنابراین قابل اعتماد نیست پاسخ این مطلب به این ترتیب خواهد بود که اولا عرض کنیم سید رزی در میان شیعه از چنان وجاهت و وساقتی برخوردار هست که هیچ کس در این قضیه تردید نمی کند که او کسی نیست که مطلبی رو خود بگوید و به امیر مؤمنان نسبت بدهد ما در جلسه پیش گفتیم خود او معلفاتی داره در این معلفات رو که نام بردیم عرض کردیم که اگر کسی این معلفات رو و مندرجات این معلفات رو با و بلاغ مقایسه کند خواهد یا که تفاوت از زمین تا آسمان است طبیعتا این یه مطلبه و بعد هم خود سید رزیر اگر قرار باشد که ما بخوایم به او مطلبی را ببندیم که به هیچ وجه من البجو هیچ کس در تاریخ این مطلب را قبول نمی کند که او العیاز بالله فردی دروغگو بوده مطالبی رو خودش انشا کرده و بعد به نام علی ابن عبی طالب این مطلب از ساحته این بزرگوار به کلی بدور است و به هیچ وجه من الوجود قابل اثبات کردن نیست اما این قضیه که چون بسیاری از مطالب رو با عرض کردیم این رو هم عرض بکنیم سند ندارند بیانات امیر یا نامه هایشون یا حکمت هایی که در نچه بلاغه آمده اینجا برای اینکه این قضیه رو هم قشنگ پاسخ داده باشیم عرض میکنیم سلسله سند خطبه ها و کلمات قصار و نامه ها در کتاب های دیگر هم آمده است و ما از کتاب های دیگه نقلش میکنیم مثلا در بخش اول یا خطبه ها خطبه شخشقیه علال شرای صدوق معان الاخبار ارشاد مفید این با سند ذکر شده اینو همشون الجمل شیخ مفید خطبه به نهتدهیتون فضل ما خطبه شماره چاره در ارشاد مرحوم شیخ بزرگوار ما مفید با ذکر سرد آمده اون وقت این خطبه یعنی خطبه شماره 27 اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه که آمده در کتاب همچون کافی در معان الاخبار البیان و تبیین ابو عثمان جاهز اینها آمده با سند هم آمده است این خطبه چهل و دو هست ایوه الناس این اخوف ما اخاف علیکم اثنان در عمالی مفید آمده با سندش خطبه شماره پنجا و و این الدنیا قد تسرمت و آذنت به ودائن در دو کتاب نقل شده با سند من لا یحضر و امالی شیخ بزرگوار ما مفید خطبه شماره هشتاد و هشت ارخنله علا فترت من الرسول در تفسیر علی ابن ابراهیم و در کافی هر دو با ذکر سند آمده خطبه بسیار بسیار مشهور و معروف حمام یار امیر المؤمنین و اون خطبه ای که امام برای او ایراد فر بودن که سرانجام باعث شد که حمام هم به همین ترتیب و از شدت اثر این خود از دنیا برود این در کتاب های متعدد آمده کتاب کافی شیخ بزرگوار ما کلینی امالی صدوق سلیم ابن قیس هلالی و صفات و شیعه صدوق باز هم خطبه شماره دویست و یک انا عید ناز حقا و باطلا در کتاب کافی در کتاب توحف الاغول کتاب سلیب ابن قیس اینها با سندش آمده خطبه شماره 208 اللهم انی از سعدی که علا قریش کتاب الغارات ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی اصفهانی خطبه شماره 215 این خطبه در کتاب عمالی صدوق و آمده با ذکر سندش نامه هایی که در نهج بلاغه آمده از جمله آنها شماره یک ان عبدالله علی امیر المؤمنین الى اهل الکوفه در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری مستندن آمده در کتاب الجمل ابو مخلف نوت ابن یحیا ازدی هم آمده خب بعد میریم سراغ این نامه شماره دو من کتاب الله علیه السلام علیهم بعد فتح البصره در کتاب الجمل آمده من وصیت الله علیه السلام لعسکرهی قبل لقاء العدو به سفین این نامه در کتاب سفین آمده نصر ابن مزاهم کافی مروج الزهب مسعودی و تاریخ تبری در این شعار کتاب با سند آمده و من وسیعت لو علیه السلام به ما یعمل فی اموالهی کتاب کافی کتاب تحذیب شیخ توسی آمده و باز و من کتاب لو علیه السلام الى اهل مصر لما ولا علیهم الاشتر امالی مفید اختصاص شیخ بزرگوار ما مفید و تاریخ تبریم و من کتاب لو الى سلمان فارسی رحمه الله قبل ایام خلافتهی در کتاب کافی و ارشاد شیخ مفید آمده با ذکر سند اما در بخش حکمت ها حکمت کن کنف الفتنت کبل اللبون الامتاب المعانسه در این کتاب آمده ابو حیان توهیدی هم معلف این کتاب هست چگونه آمده با سند آمده شماره 78 قیمت کل عمر ما یحسنو امالی صدوق خصال صدوق عیون اخبار و رضا امالی توسی تو افل اقول به شعبه حرانی در این هر چهار پنج کتاب آمده شماره 125 حکمت یا اهل دیار الموهشه این این حکمت در کتاب ملا من لا یحضر الفقی امالی صدوق سفین نسبل مزاحم آمده با ذکر سندشون بعد میریم سراغ حکمت دیگر ان قوما عبد الله رغبتا فتلك عبادت و تجار در کتاب کافی مستندن و با ذکر سند آمده میریم شماره حکمت چهار قوام الدین و دنیا به اربعه در کتاب تو حفل و المونیه و لدنیه آمده در ارشاد مفید هم با ذکر سند آمده است اینا تعدادی به عنوان نمونه بود که عرض شد که بگوییم که اینجور نیست که سید اگر اینها رو مستند نکرده باشه اصل است، آن نه برده باشه این معناش این است که ما در اصل قضیه تشکیک بکنیم سید رزی همونطور که عرض کردم از وساقت خاصی در میان شیعیان و دانشمندان شیعه برخوردار هست دلیلی هم وجود نداره خودش کتابی رو بنویسه و حضرت امیر نسبت بده واقع مطلبی که هر کتاب بنویسه اگر دنبال خودنمایی باشه باید به خودش نسبت بده چطور شده است که اون نوشته اما به حضرت علی نسبت داده اینو عقل اصلا باور نمیکنه. پس آنچه که به نظر میآید، که چرا کتاب نحج و در قسمت های دارای به اصطلاح سند نیست اون که به نظر میرسه اینه که اگر بیان سندی میخواست بشه ذکر سند میخواست بشه نهج البلاغه کتابی به مراتب قطورتر از اون کتابی که الان در اختیار ما هست و این همچین قطری هم داره این کتاب به مراتب سنگینتر و قطورتر از این که الان هست میشد و بعد هم سید رزی که درود خدا بروباد این کتاب رو آورده و خودش میدونسته این یعنی تعلیف کرده و خودش میدانسته از که چه کرده و چه مطلبی رو در اختیار مردمان قرار داده است و میدانسته آیندگان در باری او جز به راستی و درستی سخن نمیگویند و ساقت او را درستی او را پاکی او را همگان از بزرگان ما قبول دارند این علت این ماجراست اما اکنون نوبت طرح یک بخش دیگره این بخش دیگر رو ترش میکنیم که انشاءالله بعد بتونیم بقیه امور رو دنبال بکنیم نهج البلاغه این از المختارات من کلام امیر المؤمنینه این مطلب بد به نظرمون باشه تمام کلمات امیر المؤمنین زیباست تمام شایسته است ولی مطمئنن نمیتوان تمام کلمات این بزرگوار را جمع کرد و در کتابی ارزی کرد اون کتاب چه خواهد شد لذا مرحوم سید رزی خودش میگه در انفوان شباب که بودم دنبال این ماجرا بودم که از میان کلمات و بیانات امیر مؤمنان علی ابن عبی طالب علیه السلام و السلام کلماتی رو انتخاب بکنم که از نظر بلاغت بلاغت رو عرض کرده ایم یعنی رسایی کلام یعنی استفاده از حد اقل لغات در حالی که حد اکثر معانی و مفاهیم رو شما میخواید به این ترتیب به خواننده آثارتون یا شنونده بیاناتتون القا بکنید این یک هنر عجیبی است لذا میگه من گشتم در میان سخنان امیرالمؤمنین اون ادهی رو که نظر بلاغت در اوج قرار دارن اونها رو انتخاب بکنم و در یک کتاب به نام نحج و بلاغه بردارم و بیاورم عجیب است که وقتی برخی خطبه رو انسان میخونه از امیر المؤمنین سلام الله علیه در نحج و بلاغه ببینه سید رزی هم اونجا اظهار نظر کرده میگه عجیب است در بلاغت هیچ کلامی به پای این کلام امیر مؤمنان که امیر کلام هست نمیریسه یعنی خود او هم گرفتار اعجاب و شگفتی میشه وقتی که اینها رو بیان میکنه مطلب هم همین جوره امام انقدر زیبا سخن گفته انقدر زیبا سخن گفته حداقل اقل کلمات رو به کار برده است و حالان که حد اکثر معانی را از این به کار بردن کلمات اندک گرفته است و شنونده یا خواننده اثر او هم به این مطلب دقیقا توجه پیدا کرده و توجه پیدا می کند رو این جهته حالا نهج البلاغه چند قسمت داره نهج البلاغه واجد سه قسمت هست قسمت اول یا بخش اول خطب هست خطب یعنی بیاناتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان سخنرانی ایراد کرده حالا اون بحثش رو بعدا خواهیم کرد این صحنه های گوناگونی که این بزرگوار در خطبه های خودش در برابر چشمان انسان باز میکنه کنده وقتی که داره میدان جنگ رو توصیف میکنه توصیه در میدان جنگ میکنه انسان خودش رو در میدان جنگ مییابد چکاچک شمشیرها رو میبینه رد و شدن نیزه ها را میبیند تیراندازی ها رو میبینه انسان وقتی اینا رو میخونه کاملا خودشو در جو این قضیه احساس میکنه و به همین ترتیب اونجایی که به عنوان معلم اخلاق مینشینه و صحبت میکنه انسان خودش رو در محضر استادی می یابد که تمام ریزکاری های وجود انسانی رو میدونه واقعا و بر مبنای همین دانش داره صحبت میکنه اجمال مطلب اینه از خطبه های و بلاغه یعنی قسمت های از نهج البلاغه که امام به شکل سخنرانی ایراد فرمودند این بحث خطبه هاست دویست و نه خطبه رو اونقدر که ما شمرده شما در نهج البلاغه می توانید ببینید بخش بعدی یا بخش دوم در نهج البلاغه نامه های نهج البلاغه هست یا کتاب ها به اصطلاح این نامه ها چه هست؟ نامه ها یعنی مطالبی که حضرت به افرادی نگاشتند به محل های نگاشتند به جمعیت های نگاشتند یا جواب نامه است که برای امام افراد نوشتند و امام به اونها به این ترتیب پاسخ دادند هفتاد و نه تا نامه ما در نهج البلاغه داریم اینم بخش نامه ها و اما بخش سوم نهج البلاغه بحث حکمت هاست و بخش حکمت هاست حکمت ها اونطور که میدانیم یعنی کلماتی که خیلی کوتاهند اما حد اکثر معانی در میانشان نهفته است حکمت ها قسمت سوم نهج البلاغه رو تشکیل میدهند و ما تعداد 472 تا حکمت در نهج البلاغه داریم که انشالله اگر خدا عمری دهد در جلسه آینده یک مقدمه دیگر هم داریم که رو عرض بکنیم آنگاه وارد بحث خود نحچ و بلاغه و مندرجات این کتاب شریف و عظیم بشویم الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته